رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. سلام خیلی بفرمایید. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. مرسی. من بچه دوم خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که 6 سال بزرگتره و یه برادر کوچکتر از خودم که 6 سال کوچکتره. در حال حاضر 35 سالمه و دانشجوی PhD بودم. بعد همسرم فرزند دوم بوده و یه خواهر 4 سال بزرگتر و یه خواهر هم 4 سال کوچکتر از خودش داره و ایشون 40 سالشه و استاد دانشگاه هستم. چند سال ازدواج کردید؟ بله، 8 ساله که باشون ازدواج کرده بودم و یک پسر 4 ساله دارم. از کجا تلفن میکنید عزیز؟ من از امریکا باهاتون تماس میگیرم. ایشون از چیزای خانوادگیشون که بخوام بگم، ایشون پدرشون دو تا همسر داره همزمان و مامانشون خانم وسواسی بوده و مثلا تو خانوادهشون بیماری های روانی و اینا وجود داشته، خانواده مادریش. شما چه مدت از امریکا هستید عزیز؟ الان بهتون میگم، ما از سال 2016 گرین کارت داشتیم ولی خارج از امریکا بودیم، ولی هر 6 ماه میومدیم و میرفتیم تا قضیه به اینجا رسید که آخرین باری که اومدیم اینجا ژانویه پارسال بوده، یعنی ژانویه 2020 بوده در حقیقت. و ما پروازمون اولش کنسل شد و نتونستیم برگردیم و برای بار دوم که رفتیم فرودگاه پاسپورت من گم شد و ما نتونستیم از اینجا بریم به اون کشوری که زندگی میکردیم و کار میکردیم. بعد یه خانومی تو اینستاگرام به من پیام داد و عکسای خودش و همسرم رو برای من فرستاد و من از اینجا فهمیدم که اتفاقاتی که تو زندگیم در جریان بوده همش به خاطر این بوده که ایشون با یه خانم دیگه دوست بوده. در کل ایشون هر ماه سفرهای اروپایی میرفته و همش به من میگفته که کنفرانس میره و اون خانم تو اروپا زندگی میکرده. اون خانم ایرانی بوده؟ بله ایرانی بوده. از خصوصیت اصلی خودشون که بگم، این که ایشون شوهر مامانش بوده و بابای خواهرش بوده و بسیار خانم هایی بودن که خودخواه و مثلا در رقابت با من و بسیار مثلا آدم هایی بودن که خیلی عجیب بودن و همش در زمانی که با من ازدواجم کرده بوده سرش تو کار خودش بوده. یعنی مثلا منم البته همینطور بودم ولی ایشون اصلا برای زندگی کردن با من خیلی وقت نمیذاشته، اصلا بیشترش دنبال مقاله نوشتن و ریسرچ کردن و اینها بوده و هر باری که من اگه کامپلینی میکردم تو ویکند یا هر وقت دیگه ای مثلا به هم میگفته که بعد کار کنیم، الان جوونیم، بعد وقت بذاریم برای کارمون و پیشرفت کنیم و من هم با این موضوع موافق بودم چون خودم هم دانشجو بودم. بعد ایشون شروع کرده بود به فرستادن من و پسرم این طرف اون طرف، یا ایران یا آمریکا، مثلا به همه میگفت برو مثلا اینجا مثلا ستاد آزمایش رو درست کن، مثلا برو یک ماه اونجا بمون، نمیدونم مثلا هی ما رو میفرستاد این طرف اون طرف که بعدها از طریق دانشگاه من فهمیدم ایشون اون خانم رو ورمیداشته میآورده و به من میگفته شما نباید با ایرانی هایی که اونجا هستن هیچ ارتباطی داشته باشی، نباید باشون حرف بزنی و من دو تا دانشجوی جدید ایرانی میخوام بیارم و شما حتما داری با این دو نفر حرف بزنی و من احتمال میدم که اون دوتا شاید همون خانم بوده با دوستش مثلا. بعد ایشون یه بار اولی هم به من خیانت کرده بوده که با منشی هد دپارتمانمون رفته بوده انگلیس و من از طریق یکی از همکارامون، چون من تو دانشگاه کار میکردم فول تایم ریسرچر بودم،
فهمیدم که از یکی از همکارامو فهمیدم که ایشون با اون خانم رفته و به من دروغ گفته بوده که تنها میره و حتی تو فرودگاه با هم قرار گذاشته بودن و با هم رفته بودن. و وقتی هم که رفته بود هتل، وقتی که من بهش زنگ زدم و داشتم گریه میکردم که چرا به من دروغ گفتی، یه هایی دم در باز شد، در اتاقش باز شد و اون خانم اومد تو و ایشون به من گفتش که نه اصلا این نبود، این خدمتکار هتل بود و تو دیوونه هستی، تو داری اشتباه میکنی. و بعدها خودش اینو گفت که مثلا اون خانم بوده، تو درست گفته بودی. بعد این خیانت دومی که به من کرد رو من ازش پرسیدم خب میشه دلیلش رو به من بگی که من بفهمم چرا این اتفاق افتاد. به من گفت که چون ایشون توی همون مدتی که من ایشون با هم مشکل داشتیم خیلی با من بد رفتار میکرد و اینها، بعد یک از دوستاش رو فرستاد که با من صحبت کنه و دوست من وقتی که با دوستش صحبت کرد، ایشون خیلی به خانوادش کمک مالی میکرد خیلی زیاد و ما حتی یه خونه یا ماشین نداشتیم، ولی مثلا پول میداد برای باباش، مثلا باباش بره ویلا بسازه یا مثلا ماشین خواهرش عوض بشه، ولی هیچ پیشرفتی من تو زندگی خودمون نمیدیدم. و من وقتی که با دوستش صحبت کردم به دوستش گفتم بابا ایشون حیوونه و دوستش این مسیج های منو به ایشون نشون داد و به من گفت چون تو به خانواده من فوش دادی، منم رفتم سراغ زندگی خودم. بعد این خانوم که دوست دختر ایشون بوده برای ایشون خودکشی کرده بوده و ایشون به من میگفت همیشه وقتی من نمیدونستم و همش بهش میگفتم تو چته، چرا زندگی ما اینطوریه، به من میگفتش که مگه تو واسه من چی کار کردی؟ و من همیشه نمیدونستم که مثلا یک زن مگه بعد چه کار دیگه ای بکنه. و من مشاوره زیاد رفتم و حتی ایشون انقدر آدم عجیبی بوده که با من و دوست دخترش همزمان پیش مشاور میرفتیم، یعنی من اصلا اطلاعی نداشتم که این با اون خانم هم پیش همون مشاور مشاوره میکنه. و وقتی من ماجرا فهمیدم و با مشاور خودم که هم یعنی مشاور ایشون که داشتیم باهاش مشاوره میکردیم مطرح کردم، ایشون به من گفتن که بله ایشون با این خانم هم پیش من مشاوره می اومده و خیلی نصب کنید. این تو امریکا بوده یا توی اروپا نه بوده؟ نه تو ایران بوده. ما مشاورم چون در امریکا بوده. اگر بود لایسنس اون مشاور روانشناس رو می گرفتن، هرگز نمی تونست روانشناسی کنه چون کار کاملا غیر قانونی است. بله بعد اون مشاور هم فکر کنم اون خانم بهش پول داده بوده، چون مثلا همش به من میگفت اگه شما از این زندگی بری بیرون چه اتفاقی میفته، تو خیلی دختر زیبایی هستی، تو توانمندی، تو اعتماد به نفس داری، نمیدونم هر چی پول داری بردار خرج کن، نمیدونم از اینجور چیزای عجیب غریب به من میگفته. و این مشاور از شهری بوده که اون خانم اونجا متولد شده بوده، یعنی مال اون شهر بوده. نه آیا هدفشون صبر کنین، هدفشون این بود که شما جدا بشید که اون بره مرابط. خب شما چرا اصرار داشتید تو این زندگی بمونید؟ دلیلش رو میگم، به خاطر اینکه ایشون قبل از اینکه ما بیایم آمریکا آخرین دعوایی که با هم دیگه کرده بودیم، ایشون به من گفتش که من و شما اصلا جدا میشیم، ولی دو سه سال دیگه که پسرمون یکم بزرگتر بشه. و همینطور این خانوم بعدا که با من صحبت کرد به من گفتش که ایشون به خاطر مهریه شما رو طلاق داده، چون مهر من خیلی زیاده. بعد ایشون سعی داشته منو دیوونه نشون بده آقای دکتر و بسیار پلنر خیلی خوبی بوده. یعنی چی؟ یعنی نه آخه نه صبر کنید، آخه شما یه سری حرفا میزنید، شما رو دیوونه نشون بده بعد چی میشه؟ میخواسته از این تعریف خواستگی پسرمو بگیره. اینا ممکن به من ممکن به من بفرمایید در کدام کشور ایشون می‌خواستن این کارو بکنن؟ آمریکا. آیا در امریکا روانشناسان و دادگاه‌های امریکا اینقدر احمق و ابلهن که نه کسی... ایشون آدم احمقی بوده، چون پلنش این شکلی بوده و منو این چه پلنیه؟ روانپزشک. نه صبر کنید عزیزم، شما رو خط رادیو هستی، صبر کنید. در امریکا شما نمیتونید بگید زن من یا شوهر من دیوونه است و از اون طریق پیش ببرید. باش اینکه شما 20 سال میرید هر روز برای روانشناس روانپزشک، شما رو به عنوان دیوونه و یا عیب و ایراد دار نشون نمیده.
ولی من نمیدونم، نمیتونم بفهمم که دلیل این که ایشون انقدر اصرار داشته، ایشون منو اذیت میکرده و اینکه به منو من به اصرار منو پیش دکتر که خواهرش میرفته اونجا. من کاری به اون ندارم عزیزم. من شما به من میگید ایشون برای خودش نقشه و برنامه‌ای داره، ولی ایشون نمیتونه کاست. شما الان کجا هستید الان؟ من در حال حاضر آمریکا هستم. خب شما بچه‌تون هم که با شماست؟ نه، پسرم تا سپتامبر پیش من بوده و من با هزار بدبختی تونستم پذیرش پی اچ دی بگیرم اینجا، البته فول فاند بوده و تونستم درسامو منتقل کنم، ولی به دلیل مشکلات زیادی که ایشون برای من خرج میکرده و همینطور نگهداری از پسرم چون که کووید بوده و من پسرم فرستاده بودم مهد کودک، پسرم مریض شد و من مریض شدم و خیلی شرایط خیلی بدی بوده، نتونستم ادامه بدم و کویت کردم و به خاطر همین تصمیم گرفتم که پسرم رو یه مدتی بدم به پدرش که خودم بتونم استیبل بشم و تو یعنی مثلا بتونم جا بیفتم، چون من تازه اومدم، یعنی واقعا مثلا من اصلا شما رو نمیفهمم عزیز. بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون الان در اروپا تقاضای طلاق کنه، بچه هم اونجاست، هرگز هم اجازه نمیدن که بچه رو شما بیاریدش امریکا. ایشون برمیگرده به خاطر اینکه ایشون هم گرین کارت داره به 6 ماه بعد برگرده و پسر من سیتیزن اینجاست. چه ارتباطی داره به مسئله کاستلیدم؟ شما برای خودتون همینجور قانون میسازید عزیز. اصلا شما دوتا زن و شوهر امریکایی در اروپا هستید، طلاق میگیرید، یکی اونجاست، بچه اونجاست، تو اروپا طلاق میگیرید، با وجودی که سیتیزن امریکا هم هستید نمیتونید بچه رو از اروپا بیارید اینجا. برای که وقتی در یه جایی طلاق میگیرید توی کشوری، این بدون موافقت طرف مقابل که میتونید بچه رو منتقل کنید اگر اون بونه. شما من میگید مجبوره یا میاد امریکا پس بچه رو میاره، اون شد یه حرفی، ولی ایشون اگه بخواد بازی در بیاره بچه رو نمیاره. بله اگه بخواد بازی در بیاره بله، ولی فکر نمی کنم این کارو بکنه. اوکی بذار پس ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. شما هنوز نفهمیدم مسئله و مشکل کجاست، چون شما یه فرضایی دارید، کارهای ایشون یه توطئه هایی است که من فکر می‌کنم مثلا چه ضرورتی داره ایشون توطئه کنه این کار از شما جدا بشه. اگر ایشون به زن دیگه علاقه منده، اگر شما شوهرتون یه زن دیگه میخواد، شما برای چی میخواید تو زندگی بمونید؟ دو تای باید خیر و صلاح بچه‌تون رو در نظر بگیرید، به دنبال کارتون. بله آقای دکتر، من میخوام شما از من بپرسید و من جوابتون میدم. من میخوام بگم پرسش شما از من چیه؟ یعنی تلفن کردی برای چی عزیز؟ پرسش من از شما الان اینه که الان پسر من با پدر زندگی میکنه و من بعد یعنی مثلا هر روز بهش زنگ میزنم، بعد وقتا میذاره من باهاش صحبت کنم، بعد وقتا نمیذاره و برای تولدش پسرم آورد که من ببینم و اینکه من میخواستم ازتون و اینکه پسرم آخرین باری که من باش صحبت کردم، مثلا توی این آخرین باری که باش صحبت میکردم، یه بارش به من گفت که چون تو منو نخواستی مثلا من اومدم پیش دادی، و اینکه خب واقعا این شکل نیست چون من شرایطشو نداشتم. این اتفاق چه فرقی که چه فرقی میکنه شرایط چه نداشته این چه عزیز؟ شما بچه رو نخواستید. خب نمیتونستم که بخوام. چطور نمیتونستید؟ عزیزم ما اومدیم تو این دنیا، صبر کنید. شما آدم های تحصیل که قرار نیست برنامه ریزی بکنید. من میخوام برم درس بخونم، من میخوام برم سفر با تیکت بگیرم، ویزا داشته باشم. شما خود درس بخونید، بچه رو آوردید تو این دنیا، بعد هنوز میخواید برید درس بخونید؟ بعد نمیتونید، شرایط چه نداشتید؟ خب آقای دکتر من بعد چی کار میکردم؟ من اصلا هیچ جا نبود بچه شما بخواید درس بخونید و نمیتونید بچه نگه دارید، بچه نیارید، حالا که بچه نمیاره بده دست کسی دیگه. آقای دکتر من که از اول نمیتونستم مثلا بابای پسرم میخواد بره به من خیانت کنه. من از کجا؟ من دانشجو پی اچ دی بودم، تو اون کشور بودم و مثلا کورسامو پاس کردم، کوالیفیکیشن اگزاممو گذروندم و فقط تزم مونده بوده درسم تموم بشه و به خاطر شرایطی که برام پیش اومد نتونستم به اون کشور، نخواستم به اون کشور برگردم. یعنی خب چرا؟ اینجا خب آخه یعنی چرا نخواستید؟ شما براتون درستون و بچهتون مهم بود، خب میخواستید. به خاطر اینکه درسم برام مهم بود، به خاطر اینکه اون کشور یک کشور آسیاییه
و اینکه وقتی که تحقیقات کردم دیدم که اگه از اینجا فارغ التحصیل بشم خیلی بهتره برام، و اولش هم پسرم رو پیش خودم نگه داشتم و خواستم پیشم بمونه و تا مثلا 10 ماه بعدش من ازش نگهداری کردم پیش من مون. ولی خب اولا که خودش دوست داشت اونجا برگرده، چون خونمون اونجا بوده، مثلا هی میگفت دوست داره اونجا برگرده پیش مثلا. سرکار خانم شما چی دارید میگید قربونتون؟ شما با بچه که بچه 4 ساله که حالا هرچی دوست داره، به درک که دوست داره، بچه 4 ساله میگه مدرسه نمیخوام برم، میخوام برم خونه عمو. نه من اصلا نمیگم به خاطر اینکه اون دوست داشت، ولی خب اینم دلیلش بود. ولی کلا منظورم اینه که من نمیتونستم ازش نگهداری کنم به خاطر شرایط کووید و مثلا شرایطی خودم داشتم، نمیتونستم ازش نگهداری کنم. و حالا ازتون سوال داشتم که من چه کاری میتونم برای پسرم بکنم، یعنی چجوری باهاش رفتار کنم، چیکار کنم؟ چه رفتار؟ رفتار مادر با فرزند، یعنی یه چیز خاصی نیستش که مثلا من بتونم از این که مثلا از پسرم دورم و پدرش اگه چیزای بدی راجع به من بهش میگه مثلا ذهنشو خراب کنه، مثلا من بتونم یه چیز یه جور دیگه نمیتونم. همسر شما تصمیم گرفته بچه‌تون رو مسموم کنه، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. من همیشه عرض کردم بدترین مشکل ازدواج اینه که همسر آدم هم یا در زمان زندگی یا بعد همسر قبلی میتونه بچه رو نابود کنه یا بچه ها رو، ما هیچ غلطی نتونیم، اشکال کار ازدواجی. شما که نه باهوش نه عاقلانه نه واقع بینانه عمل نکردید. اگر حرف شما این است که در حالی که درس میخونید اونم درسی که ترجیح میدید امریکا باشه نه اونجا، هرچی رفتید نمیتونید بچه رو داشته باشید، خب شما خودتون در وضعیتی قرار دادید که باید بین درس و بچه انتخاب. اگر میتونید و نمیخواید زحمتش رو در سرش رو قبول کنید، خب یه قصه دیگری است. ولی خب چه میشه کرد؟ شما وقتی یه مادری یا یه پدری فرق نمیکنه، میگه من کار دارم یا درس دارم و بچه دارم، بعد خودم رو در شرایط وضعیتی قرار دادم که باید یکی انتخاب کنم. خب وقتی یکی انتخاب کنیم دیگری رو از دست میدیم دیگه. خب آقای دکتر به نظر شما مثلا من انتخابی کردم اشتباه بود؟ من تصمیم گرفتم که اول خودم رو از این منجلاب بکشم بیرون، بعد پسرم رو بیارم پیش خودم. من اینجا میخواستم برم. کیم چه حرفی زده؟ بچه چطور میتونه مادر یه سال دو سال نداشته باشه، آسیب نبینه، در بود آغونش اونم پدری که شما توصیف میکنید؟ خب آقای دکتر که اینجا من داشتم، من اومدم اینجا مثلا فرض کنم من اینجا هیچ کاری نداشتم، هیچ کردیتی اینجا نداشتم، من حتی میخواستم برم خونه اجاره کنم، به من میگفتم مثلا پستپتو نشون بده. خب بی خود آمدید اینجا عزیزم، آمدید اینجا به خاطر اینکه مدرک اینجا بهتر از مدرک اون کشور. خب اگه من برمیگشتم میرفتم اونجا هم شرط خوبی مسلمان نداشتم، به خاطر اینکه من اونجا مثلا زمینه ریسرچ هم با زمینه ریسرچ ایشون با هم دیگه یکی میشد، یعنی من ایشون راهنمایی دوم تز من میشد و اون کسی هم که من باهاش تزم و یعنی استاد اولم بود. سرگاه خانم شما که نمیخواید بچه گلقا میرفتی یه دانشگاه دیگه؟ خب تصمیم گرفتم بیام اینجا. میرفت که توی رئیس دانشگاه میگفتید ایشون شوهر سابقه منه، ما در حال جنگی، منه یه جای دیگه بذارید. خب به خاطر اینکه اون ریسرچ ایریایی که من داشتم روش کار میکرد فقط ریسرچتون رو عوض میکردید، میرفتید یه ایریای دیگه؟ خب نمیشه. من تمام مقالاتم راجع به اون موضوعه، من نمیتونستم مثلا وارد یه چیز دیگه، یعنی مثلا شما فرض کنید که منم کاملا از شما میپذیرم که شما به هیچ وجه نمیتونستید قبول کنید بچه‌تون دور بشه، قبول کنید که بر سر بچه هر چی میاد خب بیاد چیکارش کنید. روزی که من تصمیم گرفتم برم درس بخونم نرم سر کار، که حقوقمو بهم نمیدن. حالا شما چرا انتظار دارید که به شما چه انتظاری دارید؟ کنم که به زودی حل میشه، چون که من الان یه جابی پیدا کردم و دارم میرم یه استیت دیگه، و چون جا پیدا کردم دیگه مشکل نخواهم داشت، با پسرم رو میارم پیش خودم نگهش میدارم. بسیار عالی. یه سوال دیگه ای هم که ازتون داشتم، حتی حالا منتظرم که برگرده بیاد و احتمالا تو 2 ماه آینده میاد و مثلا میتونم این کار انجام بدم. یه سوال دیگه ای که ازتون داشتم اینه که من چطوری میتونم یک آدم دیگه رو تو زندگیم راه بدم و چه چیزهایی رو باید توجه کنم بهشون؟ من که برنامه ای ندارم عزیز،
من چطور میتونم بگم خانم عزیز، آقای عزیز، بیاید الان من 50 ساعت وقت میذارم به شما، میگم چگونه زن و شوهر انتخاب کنید و زندگی کنید؟ سوال من این که سوال جواب نشد عزیز. این که سوال نیست که رو خط رادیویی که شما میتونید برید 50 ساعت با یه تراپیستی کار کنید، کمکتون کنند اگر مسئله و مشکلی دارید حل کنید. من که نمیتونم به شما بگم چی کارا بکنید یا نکنید برای آینده. شما حال نمیخوام وارد بحث بشم برای که متوجه هستم گرفتاریتون از کجا شروع شده، ولی برحال مسائلی بود که حل نکرد. الان هم بهتون یه نکته میگم، اگر پسرتون را آورد امریکا، اگر و اگر میخواید پسرتون اینجا نگه دارید، باید اینجا طلاق رو فایل کنید که بر اساس قوانین امریکا ثبت کنید. قوانین امریکا و ایالت هایی که هستید تقریبا بچه دیگه اینجا میتونه بمونه، ایشون نمیتونه ببردش بدون رضایت شما. ولی اگر شما این کار رو نکنید، ایشون ممکنه بچه رو بیاره بعد برگردونه دیگه، اون اونجا بره تقاضای طلاق کنه، شما دیگه نتونید بچه تون هرگز بیارید امریکا، مگر اینکه با هم توافق کنید و دوستانه عمل کنید. میدونم آره، این شرایطش رو میدونم، با وکیل صحبت کردم و شرایطش رو میدونم. تقریبا راجع به پسرم برام خیلی کلیر هستش. پس اینطور دستتون درد نکنه، خیلی ممنونم. خواهش میکنم، به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم با تو. خواهش میکنم.